به نام خدا. سلام، به اپیزود 24 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسی و در این برنامه میخوایم تأثیر کلام و زبان در هویت انسان رو بررسی بکنیم. برای این کار از رمان رکسانا استفاده میکنیم. رکسانا نوشته میم مؤدب‌پور از نویسنده های مطرح کشورمونه که در آثارش معمولاً از مکالمات محاوره‌ای و عام پسند استفاده میکنه. ما از زبان و کلام برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده میکنیم و در این برقراری ارتباط میتونیم احساساتمون رو بیان بکنیم، ادراکاتمون رو بیان بکنیم، علایقمون رو بیان بکنیم و مسائلمون رو توضیح بدیم. محققان در پژوهش‌هاشون در این زمینه به سه شاخص توجه زیادی دارن: لهجه‌های اجتماعی، کلمات تابو و اصطلاحات خیشاوندی. در رکسانا از لهجه‌های اجتماعی استفاده نشده و بیشتر از دو شاخص دیگه استفاده شده و بیشترین استفاده رو کلمات تابو داشتن. نویسنده از اصطلاحات خیشاوندی به دو صورت استفاده کرده، هم مجازی و هم واقعی. نمونه هاشو بشنوین. در مورد رمان رکسانا نوشته میم مؤدب‌پور عزیز باید بگم که بعضی موقع ها یک اثر ادبی یا هنری سعی میکنه آینه جامعهش باشه و مشکلات رو نشون بده و اینجا ما مشکل کلمات تابو رو میتونیم به خوبی در قلم آقای مؤدب‌پور ببینیم. خب، نمونه هایی از اصطلاحات خیشاوندی در معنای مجازیش: یک، بابا جون. میرم براش جوراب بخرم دیگه، تو هم پاشو بابا جون، برو یه سر به عمه بزن. حاج خانم، پدر بزرگتون مادرمو ول کرد و رفت بیرون و به مادرش گفت آخه حاج خانم حالش خوب نیست. عمو جون، گریه نکن عمو جون، گریه نکن. داداش، برادر امین، داداش امین، ما که کاری برای شما از دستمون بر نمیاد، فقط شوهرم گفت بهتون بگم شما هم اونو حلال کنی. حالا اصطلاحات خیشاوندی در معنای واقعی: پسرعمو. با پسرعموم توی ماشین من نشسته بودیم و داشتیم توی بزرگراه خیلی شلوغ حرکت میکردیم. پسردایی. تقریبا پسردایی هاتون هستیم. خب، ما با این قسمت مشکلی نداریم، اما با کلمات تابو چرا؟ نویسنده در استفاده از کلمات تابو هم به دو صورت عمل کرده که پیشاپیش از شما بابت این قسمت عذرخواهی میکنم، ولی برای روشن شدن مطلب نیاز بود که یه قسمت خیلی کوتاهی رو بیان کنم. یکی ترکیب کلماتی مثل سگ، خر، الاغ و دسته دوم الفاظ رکیک هستش. یه قسمت کوتاه رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم. کلمات تابو که پیش از خوندنش مجدداً ازتون عذرخواهی میکنم. سگ، ترمه که از سخنان و رفتارهای مانی عصبانی شده او را سگ خطاب میکنند. اینو گفت و در ماشینو بست و رفت که داد ترمه بلند شد. سگ خودتی؟ خر نفهم. مانی با آگاهی از ذهنیت ترمه هر کس را که به بازی ترمه ایراد بگیرد خر خطاب میکند و میگوید چون ازت تعریف کرد فهمیده است، حالا اگه یه ایراد ازت میگرفت اونم میشد خر نفهم. نوع دوم الفاظ رکیک که باز هم ازتون عذرخواهی میکنم مجدداً. گم شو. زده به کلت نوشین، حرف دهن تو بفهم. گم شو کسافت، خفش و آشغال. مردشورتو ببرن. مردی که فکر نکردی جواب عمه رو بعدش باید چی بدی. استفاده از این ادبیات دلایل زیادی داره که دو مورد مهمش این میتونه باشه که فشارهای همه جانبه‌ای که روی مردم هست و جامعه‌ای که تغییرات زیادی داشته، ناگزیر در اثر این فشارها از این کلمات و از این نوع ادبیات استفاده میکنه، و دومین دلیلش کاهش روابط اجتماعی میتونه باشه. افرادی که در خانواده از این نوع ادبیات استفاده نمیکردن، حالا با زندگی های دور از خانواده و ارتباطات کمتر از این نوع ادبیات استفاده میکنن که نمونه های زیادی رو شما میتونید در فضای مجازی ببینید. اما سوال من اینه که این ادبیات با توجه به عقبه فرهنگی که ما داریم، هویت ملی ما را چطور تشکیل میده و چقدر در هویت شخصی ما تأثیر داره و چه تأثیری داره؟ آیا این ادبیات میتونه برای ما سازنده باشه یا مخربه؟
جواب این سوال برای من کاملا مشخصه، احتمالا برای شما هم مشخص باشه. اگر کسی شک داره به اثر مخرب این نوع ادبیات، به راحتی میتونه روی خودش و احساساتش تمرکز بکنه و قسمتی از این کتاب یعنی رکسانا رو بخونه و ببینه چه احساسی پیدا میکنه و یک متن ادبی استوار مثل یکی از اشعار حافظ رو انتخاب بکنه و بخونه و حال خودش رو ببینه. در این زمینه تحقیقات و آزمایشاتی هم وجود داره، مثل اون آزمایشی که آقای ایموتو روی مولکول‌های آب انجام داد و نشون داد که کلمات رکیک چه تأثیر مخربی روی مولکول آب داره و بالعکس کلماتی که زیبا بودن تأثیر بسیار جالبی رو روی مولکول‌های آب داشتن. فارغ از این که این آزمایش چقدر در علم قابل قبول و پذیرفته شده هست، شما اگر به عنوان یک تجربه به این موضوع نگاه بکنید، متوجه اثر مخرب کلمات رکیک میشید. این برنامه هم به پایان رسید دوستان. ما در اپیزود بعدی ادامه همین مبحث رو با موسیقی رپ داریم، یعنی تأثیر کلام و زبان در موسیقی رپ و هویتی که برای ما میسازه رو بررسی میکنیم. مثل همیشه ازتون میخوام که ما رو حمایت بکنید، کانال یوتیوب رو دنبال بکنید، سوالاتتون رو از طریق کامنت بپرسید و منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.